سلام و وقت بخیر. مولانا فضل الرحمن رهبر جماعت علمای اسلام پاکستان میگوید که او تلاش های زیادی را برای بهتر شدن روابط پاکستان با امارت اسلامی انجام داده است. آقای فضل الرحمن در ماه جدی سال گذشته به دعوت حکومت سرپرست به کابل آمد و با مقام های امارت اسلامی دیدار و گفتگو کرد. او در آن زمان گفت که برای رفع مشکلات در روابط میان حکومت سرپرست و پاکستان به کابل آمده است. این در حالی است که بارها درگیری های مرزی میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستان بر سر مسائل مرزی رخ داده و تلفات نیز در پی داشته است. کان سازمان ملل متحد میگوید آن دانسته است. مدیر اجرایی یونیسف بسته بودن مکتب‌های دختران را نه تنها نقض آشکار حق آموزش آنان پنداشته، بلکه به گفته وی این عمل کرد منجر به کاهش فرصت‌ها و بدتر شدن وضعیت روانی دختران شده است. همایرا یوسفی با جزئیات بیشتر این خبر. ۲۵ جوزا نقطه عطف غم‌انگیز و نگران کننده برای دختران در افغانستان. سپری شدن هزار روز از ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان سبب شده است تا آنان 3 میلیارد ساعت درسیشان را از دست بدهند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با وجود که این روز را غم‌انگیز دانسته گفته است که بسته بودن مکتب‌های دختران نه تنها نقض آشکار حق آموزش آنان بلکه منجر به کاهش فرصت‌ها و بدتر شدن اوضاع روانی دختران شده است. این صندوق همچنان گفته است که آموزش و پرورش دختران آنان را از ازدواج‌های زودهنگام، سوء تغذیه و مشکلات بهداشتی محافظت می‌کند. په نړۍ کې هغه هیوادونو کې چې د تعلیم دپاره او د ښځو د نرانو د کار دپاره ډېر زیات کار شوی دی، هغوی نه ډېر زیات پرمختګ هم کړی دی او همدغه هیوادونو ته نن ورځ افغانستان احتیاج هم دی او کمکونه ورسره کوي، خو متاسفانه په افغانستان کې د زر ورځو نه زیاتره وشولې چې نجونې د مکتبونو نه محرومې پاتې شوي دي. د دا رقم کړنې جبران کول به ډېر زیات ستونزمنه خبره وي. گفتنی است که بیش از هزار روز از بسته شدن دروازه مکتب‌ها برای دختران در افغانستان می‌گذرد. هرچند این موضوع واکنش‌های جهانی را به همراه داشته، اما امارت اسلامی پیهم تأکید کرده که کار در بخش بازگشایی مکتب‌های دختران در کشور جریان دارد. سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که ایتالیا 3.1 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است. این نهاد نوشته است که این کمک به منظور تقویت تلاش‌های مشترک در افغانستان در زمینه توانمندسازی زنان، تغییر اقلیم و راه‌حل‌های پایدار برای آوارگان و بازگشت کنندگان هزینه خواهد شد. به مناسبت عید سعید قربان بار دیگر بر تعامل مثبت با جهان تأکید کرده است. آقای آخوندزاده در این پیام گفته که امارت اسلامی به تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی در چوکات شریعت اسلامی تعامل سیاسی و اقتصادی می کند. وی در بخشی از این پیام گفته که حکومت سرپرست مکلفیت های خود را برای تعامل با جهان ادا کرده است. رهبر امارت اسلامی همچنان از سرمایه گذاران خواست که در کشور سرمایه گذاری کنند و حمله های اسرائیل بر نوار غزه را محکوم کرد. متحد در گزارش تازه اش گفته است که وضعیت بانوان را در افغانستان به بررسی گرفته است. او افزوده که بانوان در افغانستان از دسترسی نداشتن به آموزش و آسیب‌های جنسیتی که به آنان وارد شده است رنج می‌برند. این در حالی است که امارت اسلامی همواره گفته است که حقوق همه شهروندان افغانستان به ویژه بانوان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است. امارت اسلامی کرده است. این نهاد تصویب این قطعنامه را برداشتن گام مثبت برای توقف جنگ و نسل کشی مردم غزه دانسته و گفته است که از ملت فلسطین برای داشتن کشوری مستقل و باثبات حمایت می کند. چندی پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه آتش بس فوری میان اسرائیل و حماس را تصویب کرده بود. از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستیم. وقت بخیر. خدا نگهدار.